چند دقیقه دیدن این ویدیو رو داره میخوام خواس روغم مالی نافو بهت بگم چه باشیم که خیلی از پدر مادرها بند ناف بچهشون رو به بانک ناف میسپارن که تو روزای حساس خدایی نکرده امیدوارم که اتفاق نیفته یه بیماری چیزی پیش بیاد ازش استفاده کنن ناف نقطه شروع زندگی باور نکردنیه باور نکردنی که هم روی سلامتی ما جسم ما روح ما روان ما خیلی تاثیر داره خیلی حتی شکل و فرم ناف هم میگه که مستعد کدوم بیماری هستیم کسایی که نافشون مارپیچه احتمال چاقی و اضافه وزن دارن مشکلات گوارشی مثل نفخ یوبوست نمیدونم رفلاکس اینا گوارششون درست حسابی نمیتونه غذا رو هضم کنه جذب کنه نافی که شبیه چشمه این آدما معمولا مشکلات روده پیدا میکنن مثل کولیت روده هرچی اون وسط و مرکز ناف دیده نشه مشکلات قوارشی بیشتره این آدما کسی که نافشون چشمی شکله اینا میتونن استعداد بیماریه سیستم ایمنی هم داشته باشن ناف بیرون زده و برجسته این آدما خیلی آسون دوچار فتق میشن پس اصلا وسایل سنگین جابجا جا, جا نکنید ناف بادومی شکل این آدم ها بیشتر سردرد میشن میگرم میگیرن ماهیچه هاشون ضعیفه استخوناشون شکننده است عطر و نور و صدا برای این آدم ها خیلی تحریک کننده است یعنی اون سردرد و میگرن رو بدتر میکنه ناف خیلی کوچیک کسایی که این ناف رو دارن باید خیلی زیاد ویتامین سه استفاده کنن چون سیستم ایمنیشون ضعیفه اینا ممکنه بیشتر دوچاره بیماری های باکتریایی آنفلانزا بشن ناف یو شکل یو انگلیسی اگه ناف یکم برجسته باشه شبیه یو باشه بیماری های کلیوی تهدیدت میکنه بیماری های پوستی هم میاد قاهن سراغ این آدم ها. میخوام کاربرد همه روغن های گیاهی که ناف و باش ماساژ میدن و برات توضیح بدم دونه بدونه روغن بادوم بریزی روی نافت هم پوستتو شاداب میکنه هم درخشان موقع سرمخوردگی آنفلانزا یه تیک پنبه رو میزنی به الکل میذاری روی نافت ببین چی کار میکنه چند روز پشت سر هم قبل خواب چند قطر روغن کرچک و بریزی روی نافت هرچی زانو در کمر درد گردن درد داری میرن پی کارشون موقع پاییز میبینی که قاهم بچهتون دستاش ترک میشه لباش ترک میشه یا خودت موقع شستن ظرف و ظروف دستات ترک میشه باعث اگزما میشه حساسیت میده چند قطره روغن بادوم شیرین بریز روی نافت تعجب میکنی که ریختن چند قطره روغن نارگیل توی ناف رحم خانما رو گرم میکنه نه تنها مشکل ناباروری رو حل میکنه بلکه هرچ افونت هم داشته باشی اونم از بین میبره اگه خودت یا بچت یوبوست داره چند قطر روغن زیتون رو میریزی توی ناف یا اطراف ناف قشنگ تو جهت عقرب های ساعت ماساژ میدی هم نشده با یه تیر دو تا نشون میزنی یعنی چی یعنی میتونی مشکل کم مزی هم حل کنی کسایی که بچهشون لاغر ضعیف در واقع گوشت پوستش استخونش ضعیفه اینا جون میگیرن دوباره که کمک داری لک داری کبد چربه روغن لیمو بریز روی نافت چه درد میکنه روغن سیاه دونه بریز روی نافت رفتگی ازوله داری میگرن داری سردت داری چند قطره روغن گردو بریزی روی نافت به غیر اینا روغن گردو اگه چربی خونم داشته باشی اونم برطرف میکنه روغن بنفشه رو بریزی توی نافت خشکی بینیت از بین میره ناف آلوده ترین قسمت بدنه توش هم باکتری های خیلی زیادی هست چون دسترسی به ناف سخته حتی بعد استهمامم در واقع آلوده باقی میمونه باید خیلی به بهداشتش اهمیت بدی کسایی که نف حالت هوا ناراحتی های معده دارن از روغن سیادونه استفاده کنن یه مخلوط از روغن زنجبیل و خردل بذار نیم ساعت توی نافت بمونه بعد با یه حوله تمیز پاکش کن ناف رابط بین مادر و بچهشه و پل ارتباطی با بقیه اندامه روغن سیادونه رو به بچکونی توی نافت ماساژ بدی به باروری آقایون و خانوما خیلی کمک میکنه خیلی تخمدانا رو تقویت میکنه تعداد اسپرم هم بیشتر میکنه روغن مالی ناف چشما رو تقویت میکنه بینایی تو زیاد میکنه ناف به سیاه که تا چشمتون بالا میرن متصله اگه بینایت ضعیفه روی نافت روغن خردل و سیادونه بچکون حتی به درمان پف چشم و سیاهی و گودی چشم هم خیلی کمک میکنن یه سری لکوت و جوشا خیلی سرسختن دیگه هر بلایی سرشون میاری اینا از بین نمیرن که نمیرن چاره کار روغن مالی ناف با روغن درخت چای یا روغن چیریشه فقط یه مسئله خیلی مهم برای روغن مالی ناف هستش که اونم باید بدونی اول با آب و صابون نافت تو قشنگ بشور بعد با یه پارچه یا حوله تمیز خشکش کن قبل استفاده از همه روغنا از همه روغنا یکم گرمشون کنین نه داغ باشه گرمش کن تا خوب جذب بشه روغن قشنگ بریز توی نافت تا قشنگ جذب بشه فقط با انگشتت این کارو نکن یه حوله تمیز یا پارچه تمیز به روی نافت که در واقع با انگشتت تماسی نداشته باشه بیذاری روغنا نیم ساعت تا سروب توی نافت بمونه میتونی با روغن سیادونه شکم پهلوت هم لاغر کنی آبشون کنی هر روز چند قطر روغن سیادونه رو میزنی به شکم و پهلوت قشنگ یه ده دقیقه ماساژ میدی تا گرم شه بعد با یه کیسه پلاستیکی میبندی تا صبح بمونه به غیر لاغری دردهای پریودی هم کم میکنه کسایی که با روغن سیادونه شکم پهلو ماساژ دادن دو ماه دو ماه اینا هم اشتهاشون کم شده هم چربی سوزی اتفاق افتاده براشون هم, هم درد مفاصلشون از بین رفته هر سوالی در مورد روغن مالی توی کامنترزم بپرس خودم شخصا جواب میدم کانالمون رو سابسکرایب کن زنگولش رو روشن کن تا اولین نفری باشی که ویدیو رو میبینی.